Ya Cuc ve Ma'cuc, لنتأتي قيومات نمشي القيامة واد مقر بالليل بادي متأخر، او مدني ومع ان ذلك هو فلها بنوبرين أشراط بروي معينة. اون هو نشانه هو و الومت هوس و از جمله تمام، نشانه هاي ومنها قيومات برو خروج مدني يأجوج يأجوج ومأجوج، و وهما مأجوج است و قبيلتان این دو قبيله مسكنان از في آدم فرزندان آدم عليه علیه السلام، السلام است با وذلك أن گذشت بنو زمان النضير ذی قاصدی القرنین عابر روی الزمان زمین را دور فمر می زد على و منطقة منطقه می فيها رسد که جبلان در آنجا متقابلان. دو کوه با هم نزدیک بود که بین آن دو کوه سوراخی داشت و مردمی که در آنجا زندگی میکردند به ذی القرنین شکایت بينهما میکنند. كظرة الله سبحانه فشكوا و إليه تعالی در أهلها. قرآن فرمود ای ذی القرنین، به درستی که این یعجوج و معجوج در زمین فساد کنندگانند، پس آیا برای تو باج مقرر کردیم برای شرط آن که در میان ما و آنها صد بسازی؟ سوره کهف آیت 97. فبنيهم پس سدا ذوالقرنین حجرا با واصب دیوار عليه من آهنین نحاسه راه الباب، آنها را بست. فمنع الله سبحانه و يأجوج تعالی ومأجوج من فرمود پس الخروج عن یعجوج و الناس، ماجوج نتوانستند که بر آن بالا روند و آن را سوراخ کرده نتوانستند. سوره کهف آیت وهم 98. يحاولون زیرا حتما آنها لیخرجوا، حرکت بر ففي آمدن را الحديث کردند و در حدیث آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم چنین إن فرمودند يأجوج هر آن ومأجوج یعجوج و يحتملون ماجوج كل در ليلة عاقب آن حتى دیواری إذا که كان القوم ذوالقرنین برای مجموعة منع الشمس آنها آن قال را بنا النبي کرده عليهم بود هر ارجعوا روز می فسنحتوا کندند، حتی غدا نزدیک به فيريهم شکاف الله کردن آن أشد شدند مدها که حتى نور إذا آفتاب بلغ از آن قلبهم طرف نمایان وأراد الله گردید. أن پس يبعثهم یکی از على آنها الناس که حفظوا، سلشکر و وإذا یا كادوا سید آنها يرونه شعاع بود می الشمس گوید قال الذي بازگردید عليهم آنچه مانده ارجعوا است فردا می فستكشفونه کنیم، غدا إن یعنی شاء فردا این الله دیوار تعالى، کشاده می شود. فيعودون پس إليه الله وهو سبحانه و تعالی كريهه آن حين دیوار را رآه به حال اوله اش فيعودونه بازگردانید، ويعودون از على آن الناس. دیده سختتر شد و آن دیوار کشاده نمی شود تا اینکه مدت آن نرسد، یعنی هر وقتی که الله سبحانه و تعالی بخواهد و تقدیر بکند که آنها به نزد مردم برایند، پس روزی می شود که آنها دیوار را میکنند و نزدیک می شوند و نور آفتاب را می بینند و یکی از آنها می گوید بازگردید فردا انشاء الله تعالی آن را کنده به آخر می رسانیم. پس روزی دیگر باز می گردند که آن دیوار در حالت دیروزه قرار دارد، یعنی دیوار به حالت اولی خود باز نگشته است. پس باقی مانده آن را میکنند و به نزد مردم میبرایند، به همه طرف میدوند، همه آب دیرا را می نوشند، حتی اینکه دیراها خشک میشوند. مردم از آنها گریخته خود را پنهان میکنند و یعجوج و ماجوج نیزه های خود را به آسمان میپرتایند که آن نیزه ها خونالود باز میگردد. این برای آنها فتنه و بلا بود. پس آنها می گفتند ما از اهل زمین قصاص می گیریم و از بالای اهل آسمان غلبه می کنیم و این سخنانشان از روی کبر و تکبری و از روی کفرشان بود. پس پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند پس الله سبحانه و تعالی بر آنها نوعی حشرات و کرمی را فرستاد که از عاقب گردن آنها و یا از سرشان به آنها چسبیده آنها را به قتل می رساند و با همین سبب آنها همه وفات می کنند. پس پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند قسم به آن ذاتی که جان من در دست اوست، البته همه درنده و حیوانات و حشرات این روی زمین در آن وقت زیاد و فربه می گردند که به خوردن آنها قوم یعجوج و ماجوج شکمهایشان از گوشت سیر می گردد و تشکر می کنند به آن گوشت هایی که خوردند. حدیث با روایت امام احمد و ابن ماجه. و برآمدن یعجوج و ماجوج بعد نازل گردیدن عیسی علیه السلام است. در این میان الله سبحانه و تعالی به عیسی علیه السلام وحی می فرستد و می گوید من کسانی پدید آوردم که هیچ کس را قوت جنگیدن با آنها نیست، پس بندگانم را در کوه تور پناه ده. و الله یعجوج و ماجوج را می فرستد و آنها از همه بلندی ها سرازیر می شوند. نخستین گروهشان بر دیراچه تبریه می گذرند و همه آب آن را می نوشند و چون آخری گروه آنها از آنجا می گذرند می گویند که پیشتر در اینجا آب بود. از عیسی علیه السلام و یارانش به درگاه الله سبحانه و تعالی دعا کرده
ارزوهال و نیازمندی خود را بیان میکنند و الله سبحانه و تعالی بر گردن هر یک یعجوج و ماجوج گرمه‌های را میفرستد که همه آنها یک بار در یک وقت وفات میکنند. الله سبحانه و تعالی در قرآن فرمود تا وقتی که قید یعجوج و ماجوج کشاده شود و آنها از هر بلندی بشتابند و وعده راست نزدیک برسد، پس ناگهان حال این است که چشم های کافران بالا دوخته شود، گویند که وای بر حال ما، به درستی که در این حال در غفلت بودیم بلکه ستمگار بودیم. سوره انبیا آیه 96 و 97. یعنی وعده راست پروردگار نزدیک گردد که آن روز قیامت است و بیرون کردن مردم از قبرها است برای مکافات دادن از ثواب و از عذاب.